سلام به کانال یوتیوب تپس خوش اومدین محسن تنابنده در نقش نقی معمولی سریال پای تخت و جنجال عکس اتاق خواب لایک و سابسکراب یادتون نره محسن تنابنده احتمالا یکی از مطرح ترین هنرپیشه های سریال های نوروز 99 که هر شب میلیون ها بیننده رو به شبکه یک میاره تا روایتی دیگه از زندگی پرفراز و نشیب خانواده معمولی رو در شهرهای شمالی کشور تماشا کنیم دست موز محسن تنابنده در سریال پای تخت 18 میلیارد ریال نیست عکس اون با هما روی تخت اونم توی اتاق خواب که مربوط به سکاسی از سریال بود همچنان با صبح خیلی زیادی پیدا کرده محسن تنابنده در ایام نوروز از سال 1389 تا امروز که ما شاهد تغییر دو دولت هستیم یکی از پر مخاطب ترین و تأثیر ترین شخصیت های برنامه نوروزیه که تأثیر اونو در سریال پربیننده پایتخت نمیشه چشم بشونی کرد تیک کلام های مازنی و غیر مازنیش از روبه روشتی تا استنبای حاجی هم، همچنان مثل تیک کلام های مهران مدیری توی شبهای برره زبان زده خاست و آمه دستمزد محسن تنابنده توی سریال پای تخت دستمزد محسن تنابنده در سریال پای تخت یکی از موضوعاتیه که رسانا و افکار عمومی به دنبال پیدا کردنش هستند. داستان ادامه پیدا میکنه تا جایی که نامی منصوب به سازمان اوج در سال 97 جل میشه و دستمزد محسن تنابنده در سریال پای تخت و 18 میلیارد ریال اعلام میکنه البته این موضوع توسط رئیس سازمان اوج تجزیب شد به هر حال رسانه ملی بیشتر از 20 دقیقه در زمان پخش این سریال تبلیغ نشون میده که نشانگر قدرت این سریال برای ده ها میلیون مخاطب شبکه یکه که به قول حسام الدین آشنا مشاور روحانی خیابانها و اینترنتو خلوت میکنه حالا میریم سراغ عکسی که این روزها جنجالی شد یعنی عکس اتاق خواب نقی و هما توی سریال پای تخت در اولین پنجشنبه سال 99 محسن تنابنده یه استوری گذاشت که مربوط به سکانسی از سریال پای تخت بود که نقی به امراه همسر شما با نقش آفرینی ریما را میفر توی اتاق خواب و روی تخت مشغول صحبت هستند. اون چند ایموجی قلبم زیر این عکس گذاشت که اتفاقا با ایموجی قلب از سوی همسر اصلی ریما را میفر یعنی امیر جعفری مواجه شد این موضوع جنجالی توی شبکه‌های اجتماعی را انداخت و قریب به سی هزار کامنت موافق و مخالف دریافت شد حتی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر توی پستی این استوری را نشون از بی امیر جعفری دونست حالا نقیه معمولی کی هست؟ محسن تنابنده در سریال پای تخت و در فصل جدیدش که شب از شبکه یک پخش میشه پسر پنجلیه که متاسفانه در این فصل شاهد حضور او نیستیم و به قول خودش صلاح نبود که فوت بابا پنجلی رو به تصویر بکشه محسن تنابنده نقش های مختلفی رو در سینما و تلویزیون ایفا کرده که نقش نقی معمولی یکی از ترین این نقش محسوب میشه تی که کلام محسن خان توی فصل سریال پای تخ یعنی من استم هاجی ام به بخشی از ادبیات تنز این سریال تبدیل شده بعضی ها معتقد هستند که دیالوگاش روی این سریال پربیننده شبکه یک فعل بدا هست به هر حال اون از فصل این نقش به خوبی بر اومده و سعی میکنه تا مخاطب و با خودش در سریال همراه کنه محسن تنابنده متولد فروردین ماه 1354ه اون توی دانشگاه هنر تهران رشته بازیگری خونده و از هنر پیشه های سینما و تلویزیون هستش که تحصیلات دانشگاهیش با کارش مرتبطه خانوادهش دامقانی اصیل هستن اما محسن توی تهران متولد شد اونم توی محله اعدام توی جنوب پای تخت محسن تنابنده همسری به نام روشنک گلپا داشته و پسرش نامی نام داره این روزا این استاگرام محسن تنابنده از اکانت های محبوب در ایام کرونای نوروز ایرانیانه جایی که محفل سوالات و انتقادات و تشویق تماشاگران سریال پای تخ میشه سابقه محسن تنابنده محسن تنابنده در تلویزیون از سال 1385 با سریال زندگی به شرط خنده به کارگردانی مهدی مظلومی حاضر شد بعد از اون در سریال پیامک از دیار باقی به کارگردانی سیلوس مقدم در سال 86 نقش آفرینی کرد که زمین آشنایی اون با استاد مقدم شد دو سال بعد با سریال چهار دیواری به کارگردانی سیلوس مقدم دومین تجربه خودشو با اون انجام داد و از سال بعدش سریال پای تخت استارت خورد پای تخت یک توی سال 89 روبروی دوربین رفت پای تخت دو توی سال 91 پایتخت سه توی سال 92، پایتخت 4 در سال 94، پایتخت 5 توی سال 96 و سرانجام پایتخت 6 در نوروز 99 مهمان شبهای خانه های ایرانیان شدند. در همه این فصل ها محسن تنابنده در نقش نقی معمولی ظاهر شد. سریال پای تخت شیش مثل بخش های قبلی این سریال نوروزی پربیننده حوادث زیادی داره که با هنر رمایی هنر های توامندش قصه جذابی رو روایت میکنه. قصه ای با تعم تنز که البته نیش های سیاسی زیادی داره محسن تنابنده توی فصل شیشم سریال همسر هما با نقش آفرینی ریما را میفره محسن تنابنده تو سریال پایتخت پسر پنجلی با هنرنمایی علیرضا خمسه است و راننده خودرو یک نماینده مجلس و استانهای شمالی کشورم محسوب میشه محسن تنابنده رو در این سریال احمد مهرانفر، عرسو عامل، هومن حاجی عبداللهی، رحمت الله امینی، بهرام افشار، بهتاش فریبا، مهران احمدی، بهبود فریبا، سارا و نیکا فرغانی اصل، مشتبا و مصطفی بلال حبشی در نقش رحمان و رحیم و سلمان خطی در نقش تقیه معمولی همراهی می کنن. توی فصل شیشم سریال پای تخت محسن تنابنده که یکی از دستیاران فیلمنامه است از بهنام بانی، محمد رضا حیاتی، جواد خیابانی و خسرو امیر صادقی برای حضور در سکانس های از سریال دعوت کرده. محسن تنابنده توی سینما محسن تنابنده توی سال 93 نخستین فیلم خودش رو کارگردانی کرد که گینس نام داشت و بعد از اون فیلم جنجالی قسم رو روبروی دوربین برد از سال 97 تا الان اون فیلمی نساخته توی سال 98 دو فیلم از محسن تنابنده بر روی پرده های نقره سینمای ایران رفت که انکبود به کارگردانی ابراهیم ایرجزاد و سکام حبس به کارگردانی سامان سالور از آن جمله فیلم هاست در فیلم محمد رسول الله مجید مجیدی در سال 94 در نقش ساموئل نقش آفرینی کرد سرانجام پایتخت باید با 15 قسمت فصل ششم سریال پایتخت همراه بشیم تا ببینیم فرجام فعالیت محسن تنابنده در نقش نقی معمولی و البته استنبای حاجی چی میشه محسن خان 3 میلیون دنبال کننده تو این داره و فقط 18 تا سفر رو دنبال میکنه اون هیجه تا صفحه شامل احمد مهرانفر، نوید محمدزاده، همسرشون روشنک گلپا، رضا یزانی و چند نفر دیگه است و اما حرف آخر انتقادات به محسن تنابنده برای سکانس هایی که در فصل شیشم سریال پایتخت بازی میکنه روز به روز در حال افزایشه موج انتقادات از دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گرفته تا رسانه ها و جامعه شناسان و برخی از هموطنان مازنی زنی و روانشناسان و فعالان سینما و هنر رو شامل میشه صدها هزار کامنت مخاطبان پایتخت و میشه در لابلای کامنت هایی که مردم زیر پست های محسن خانه تنابنده میذارن مشاهده کرد